قبل از مایک است مایک زندگی راحت داشتم، به دفتر می رفتم، راحت کنار همکارایم، دوستایم و همکارای مردم وظیفه اجرا می کردم. اولادایم به مکتب می رفتن، به هر کدام آنها یک آینده روشن آرزو داشتم که شاید یکیشان معلم، دکتر و یا انجینیر شوند. چقدر روزهای سخت وقتی در قبل از آگوست وقتی از خانه بیرون میشدم اصلا حراس نداشتم، اصلا ترسی نداشتم به اینکه کسی در مورد چادر ما صحبت میکنه، کسی در مورد حجاب ما صحبت میکنه که حجاب ما چرا رنگ سفید است، چرا سرخ است، چرا زرد، یا در مورد از اینکه کسی استادم بکنه بگه میشه موبایل ما چک بکنم که در موبایل تو چی داری، تو کی هستی، تو کجا هستی. اصلا حراس نداشتم. بر ما زندگی بعد از آگوست سال قبل زندگی کابوس بوده ځکه زه بدون د محرمه سفر نسم کولی او زه خپل د فامیل لپاره هیڅ غړی نه لرم چې زما سره سفر وکړي، نه ورور لرم او نه پلار لرم، زه به د چا سره سفر وکړم؟ نو د خپل کورنۍ سپورچره هم یم، نو په دې حالاتو کې زه څنګه کولی سم چې بدون د محرمه اولادایم که دخترایم همیشان در خانه ماندن، دروازه مکتب بر روی همگی بسته شده و هر آن آرزویی که برشون داشتم همیشه از بین رفته و وقت به طرف چهره مایوس اولادای میبینم باعث از این میشه که زندگی برم بسیار سخت و هیچ احساس خوب ندارم. و همچنین از جامعه جهانی توقعی ای را داریم که صدای زن افغانستان را بشنوند. امروز خیلی خیلی نیاز دارن زن افغانستان که تا صدایشان شنیده شود و هم نوایی شود.